سرخط خبرها. برگزاری نهمین دوره آزمون افسری ارتش در هرات. ده ها تن از جوانان زون غرب برای پیوستن به ارتش ملی با هم رقابت نمودند. خواسته اعضای مجلس سنا برای مشخص شدن زمان انتخابات پارلمانی. سناتوران همچنان از توزیع نشدن شناسنامه‌های الکترونیکی انتقاد نمودند. دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مسکو. سرگئی لاوروف خواهان مبارزه جدی غرب با تروریسم شد. و تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریسم با حضور 34 کشور در ریاض. کشورهای اصلی قربانی تروریسم در این ائتلاف حضور ندارند. به نام خدا و سلام و صلوات بر روان پاک حضرت پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک و مکرم ایشان. خوش آمدید به خبرهای 24 قوس و 15 دسامبر سال 2015 میلادی. مشروع خبرها. نزدیک به 130 تن از جوانان ولایت‌های غرب کشور امروز در آزمون افسران جوان ارتش شرکت کردند. به گفته مسئولان مرکز جلب و جذب ارتش در غرب کشور، این افراد قرار است پس از فراگیری آموزش‌های نظامی به عنوان افسر در ارتش ملی وارد شوند. در همین حال اعضای شورای ولایتی هرات از جوانان این ولایت می‌خواهند تا به خاطر تأمین امنیت در کشور به صفوف نیروهای امنیتی یکجا شوند. اینان برای پیوستن به نیروهای ارتش ملی کشور در آزمون افسران جوان ارتش شرکت کردند. 90 تن از جوانان هرات و 37 تن دیگر از ولایت‌های غرب کشور برای پیوستن به صفوف نیروهای ارتش ملی در این آزمون اشتراک کردند. پیش از این 7 دور از آزمون افسران جوان در غرب کشور برگزار شده است و این 8 دور برگزاری این آزمون می باشد. مجموعاً تعداد 90 نفر از جوانان متعلمین ولایت هرات است و 37 نفر از ولایت فرا و غور و بادغیس که امروز شامل امتحان شدند. قرار است این افراد پس از موفق شدن در آزمون به مرکز کشور فرستاده شوند و در آنجا به مدت 1 سال آزمون‌های ابتدایی و پیشرفته نظامی از جمله مهارت کار گرفتن از سلاح‌های سبک و سنگین را فرا بگیرند. داوطلبان اشتراک کننده در این آزمون از رهبران حکومت می‌خواهند تا پس از ختم دوره آموزشی آنان را با سلاح نظامی مناسب تجهیز کنند. تنها چیزی که از دولت خواهش داریم اینه که در استاف اردوی ملی تجهیزات مثلا وسایل جنگی اضافه کنه. امورم ما میخوایم که امورم برمان بدم که حداقل ما بتونیم یک عملیاتی که میریم به طور ویژه و همون چیزی که برای ما آموزش دادم امور بتونیم پیاده کنیم به اونجی تو تقوری از اینا تکمیل کنه. مثلا خود مادم 21 سال عمر من مال میرم اینجا خون خوب و کفته است خون میگذارم. این درست نیست که دولت برای ما تجهیزات نده که ما به دروغ کشته شو. از آغاز سال روان تا کنون در حدود 400 تن از جوانان ولایت هرات به عنوان افسر جذب ارتش ملی کشور شدند. با این حال اعضای شورای ولایتی از جوانان هراتی می خواهند تا برای تامین هرچه بهتر امنیت در کشور به صف نیروهای امنیتی یک جا شوند. توصیه ما به همه جوانان این هست که به صفوف اردو و پلیس ملی بپیوندند و در تامین امنیت کشور سهیم باشند، به خاطر از اینکه امنیت وطن و صحت بدن دو نعمت مخفی است که متاسفانه تا زمانی که آدم او را از دست نده متوجه حضور از اونا نمیشه. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان مرکز جلب و جذب ارتش ملی در غرب کشور، از آغاز سال روان و تعداد 1678 تن از جوانان ولایت‌های غرب کشور به ارتش ملی پیوستند که از این میان 808 تن از ولایت هرات بودند. چون وقت بسیار تنگه هوا هم 140 میل جنگ افزار مختلف که از سوی پلیس هرات جمع آوری شده است امروز به برنامه دایاک تحویل داده شد. فرمانده پلیس هرات گفته است این سلاح‌ها از نزد افراد غیر مسئول و هراس افکن طی ماه‌های گذشته جمع آوری شده است. در همین حال مسئولان کمیته ولایتی صلح در هرات از تفنگداران غیر مسئول می‌خواهند سلاحشان را بر زمین بگذارند و با روند صلح یکجا شوند.
سلاح‌هایی که پیش از این در اختیار تفنگداران غیر مسئول بود، حالا در اختیار مسئولان برنامه دایاک قرار می‌گیرد. 140 میل سلاح مختلف طی ماه‌های گذشته توسط پلیس هرات جمع‌آوری شده است. با گفته فرمانده پلیس این ولایت، این سلاح‌ها از نزد افراد غیر مسئول و هراس افغانان که در ناامنی‌های اخیر هرات دست داشته‌اند جمع‌آوری شده و در اختیار برنامه دایاک قرار گرفته است. بیشتری سلاح دسته همه از مردمای غیر مسئول جمع‌آوری شده و از همه کسایی که دهشت افکنی میکنند در شهر، یا توریست است یا اختطافگر است یا دهشت افکنی دیگه میکنه، از به دست آمده. در میان سلاح‌های جمع‌آوری شده، اسلحه‌های سنگین مانند این راکت انداز نیز به چشم می‌خورد. پلیس گفته این سلاح‌ها را از مناطق مختلف شهر به دست آورده است. با این حال، معاون والی هرات بر این باور است که جمع‌آوری این سلاح‌های غیرقانونی می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی هرات داشته باشد. در تامین امنیت نقش بسیار ارزنده دارد، چون وقتی که سلاح نزد افراد غیر مسئول باشه، اونا خامخواه چی در شهر، چی در ولسوالی ها، چی در مسیرهای راه، اونا مخل امنیت قرار میگیرن و ناامنی ایجاد میکنن، چون اونا افراد غیر مسئول هستن و نباید مسلح باشن. بخش عمده این سلاح ها از نزد تفنگداران غیر مسئول و مخالفان مسلح حکومت جمع آوری شده است. حالا رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح در هرات نیز از مخالفان مسلح حکومت میخواهد تا سلاحشان را بر زمین گذاشته و با روند صلح یک جا شوند. مخالفینی که بعضی در ولایت هرات بوده اکثریت بیامدم در روند پیوست شدم و بعضی هم که نمادم خانه میبینیم سلاح اینا روی از این میزا گذاشته و همین قماندان سب که آماده برزی خداوند اینا خیر بده و تروریزم و جنایی ما اینا همی که فعال هستم و کسایی که اگر نیام به این روزگار برمیخورم. در همین حال مسئولان مدیریت مبارزه علیه تروریسم فرماندهی پلیس هرات میگویند آنان در ماه‌های گذشته 9 گروه هراس افغان را بازداشت کرده و برای برخی از اعضای این گروه‌ها از سوی ریاست محکمه هرات حکم اعدام صادر شده است. این مسئولان از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا حکم اعدام این هراس افغانان را امضا کند. من از جلالت ما محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضامندم با کسانی که افسرای ما، علمای ما، شخصیتای ما ترور کردن و از بیگانه ها دستور گرفتن در مقابل یک مبلغ پول ناچیزی، ما خواهشمندم که بعد از حکم محکمه ثلاثه محاکم از اونا اجرا بشه، اعدام از اونا اجرا بشه تا که مردم ما به امن و امنیت به سر ببرن. در طول ماه‌های گذشته این برای سومین بار است که سلاح‌های غیرقانونی جمع‌آوری شده از سوی پلیس هرات به برنامه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی یا دایاک تحویل داده می‌شود. بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح، صبح امروز در شاهراه فراهرود 6 سرباز ارتش زخمی و 7 تن دیگر از طالبان مسلح به شمول یک فرمانده آنان کشته و یا زخمی شدند. ناصر مهری مسئول مطبوعاتی مقام ولایت فراه با تایید این خبر میگوید از صبح زود طالبان بالای کاروان نیروهای نظامی مربوط به ارتش حمله کردند. او گفت که این درگیری تا نزدیکهای ظهر ادامه داشت که در نتیجه 6 سرباز ارتش زخمی شدند. مهری گفت که هم‌اکنون درگیری ختم شده و راه بر روی ترافیک باز است. با این حال عبدالرؤوف رحمانی مسئول مطبوعاتی نیروهای ارتش میگوید که در این زد و خورد دو طالب مسلح به شمول یک فرمانده آنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان صنایع کشور از رئیس اجرائیه حکومت خواستند تا در جهت عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای تلاش کند. همچنان اعضای مجلس سنا یک بار دیگر خواهان مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند. اعضای مجلس سنا از رهبران حکومت افغانستان می‌خواهند که عضویت سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای را به دست آورد. سناتوران در آستانه سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به چین جهت شرکت در نشست سازمان شانگهای می‌گویند که رهبران حکومت باید برای کسب عضویت دائمی این سازمان تلاش کنند. محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا هم گفت که باید تلاش و لابی‌گری لازم در جهت عضویت دائمی افغانستان در این سازمان حاصل شود و ای ابراز امیدواری کرد که رئیس اجرائیه در این خصوص تلاش لازم را انجام دهد. آقای ایزدیار افسود در صورتی که افغانستان عضویت این سازمان را به دست آورد می‌تواند در منطقه حرف خود را بزند و منافع خود را دنبال کند.
چهارمین نشست سازمان شانگهای از دو روز به این طرف در چین در حال برگزاری است. افغانستان به عنوان عضو ناظر در نشست های این سازمان دعوت می شود. در همین حال سناتوران در مجلس سنا باری دیگر بر اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی از سوی حکومت تاکید کردند. سناتوران تاکید دارند که تأخیر بیش از این در اعلام تاریخ انتخابات روند دموکراتیک در کشور را صدمه زده و مردم را نسبت به این روند بی‌باور ساخته است. به باور اعضای مجلس سنا نخستین کار در جهت برگزاری انتخابات شفاف توزیع شناسنامه‌های برقی است که بدون دلیل موجه همچنان آغاز نمی‌شود. از سوی هم سناتوران حادثه کشتار دست جمعی یک خانواده در ولسوالی بهسود ننگرهار را وحشیانه خوانده و محکوم کردند. سناتوران از نهادهای امنیتی کشور خواستند که عاملان این کشتار را حتی اگر به خارج از کشور فرار کرده باشند از طریق پلیس اینترپل زیر پیگرد قرار دادند و به پنجه قانون بسپارند. دو شب پیش سه مهمان یک خانواده پس از صرف غذای شب 8 عضو این فامیل را تیرباران کردند. دو خانم و 5 کودک 8 ماهه تا 5 ساله و یک مرد در این رویداد کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشف یک مخفیگاه بزرگ جنگ افزار مربوط به گروه طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهد. نیروهای امنیت ملی این مخفیگاه را در ولسوالی ازره ولایت لوگر با راه اندازی یک عملیات ویژه به دست آوردند. در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی امنیت ملی به نشر رسیده آمده است که این مخفیگاه ده ها میل سلاح زیکو 1 و دیگر جنگ افزارهای سبک و سنگین و مقداری مواد انفجاری و مرمی‌های مربوط به آن به دست آمده است. ولایت لوگر از جمله ولایت‌هایی است که طالبان در بخش‌های مختلف آن فعالیت دارند و در سال جاری نیز این ولایت شاهد درگیری‌هایی بوده است. معاون بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی معارف کشور در سفری به ولایت بلخ پس از دیدار از مجتمع بزرگ تعلیمات تکنیکی و مسلکی در شهر مزار شریف گفت که این مرکز جایگاه بزرگی برای شمار زیادی از جوانان کشور خواهد بود که می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت‌های کاری برای آنان مؤثر بوده باشد. وی ابراز امیدواری نمود که فراهمسازی فرصت‌های شغلی از رفتن جوانان به بیرون از افغانستان جلوگیری خواهد کند. این مجتمع بزرگ آموزشی در زاویه شمال غربی شهر مزار شریف در ناحیه موسوم به تخت پل قرار دارد. این مجتمع ساختمانی به هزینه 13 میلیون یورو از سوی کشور آلمان در حال ساخت است و گفته می شود بهار سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. رحیل فرمولی معاون تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف کشور در سفری به ولایت بلخ پس از دیدار از مجتمع بزرگ تعلیمات مسلکی و تکنیکی گفت با بهره برداری از این مجتمع زمینه اشتغال و فرصت‌های کار برای شمار زیادی از جوانان کشور فراهم می شود که از رفتن آنان به بیرون از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. حداقل بتانیم شغل زایی شه بر مردم و فرصت‌های کاری بر جوانان ایجاد شه تا حداقل دیگه جوانای ما ترک وطن نگویند، کادرای وطن از افغانستان فرار نکنند، نرن از طریق ترکیه، خدای نخواسته با آبا دوچار نشند، غرق نشند و حداقل یک فرصت خوب باشه برای نسل آینده افغانستان تا از طریق خودشان بتانن چیزایی را بیاموزند، بعد برند در بازار کار و از طریق کاری که در بازار اینا ارزان میکنن بتانن خانواده‌هایشان تحت پوشش اقتصادی قرار بدن. از سوی حمداد میر افغانزوی مسئول بخش آموزش های تکنیکی و مسلکی ریاست معارف بلخ میگوید در مجتمع بزرگ تعلیمات مسلکی و تکنیکی انستیتوت های مسلکی زراعت و دامداری، مهندسی ساختمانی و اکادمی تربیه معلم مسلکی مزار شریف وجود دارند که به باور وی سال آینده تعلیمی این مرکز شاهد حضور صدها جوان از بلخ و دیگر ولایت ها خواهد بود. ما سال 1395 اینجا شاهد جوانای زیادی خواهیم بود که در رشته های مختلف مثل انجینری ساختمانی، زراعت، وترنری، باغداری، همچنان کمپیوتر ساینس و غیره رشته ها را ما شاهد خواهد بودیم که جوانای ما در این رشته های جا تحصیل خواهد کردن با یک کیفیت بسیار عالی. گفته میشد مجتمع بزرگ تعلیمات تکنیکی و مسلکی در بلخ ظرفیت بیش از 2000 تن را دارد که افراد شامل در آن از دو مسیر آزمونی سراسری کنکور و نیز آزمونی ویژه از سوی وزارت معارف جذب خواهند شد. کار این مجتمع پایان یافته است و قرار است تا چند ماه دیگر که به بهره برداری سپرده می شود تمامی تجهیزات تکنیکی آن نیز از سوی آلمان در اختیار مجتمع قرار گیرد. یک سرباز آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان بود به جرم به خطر انداختن جان سایر سربازان آمریکایی محاکمه می شود. ممکن است وی به حبس ابد محکوم شود. بابو برگدل چندی پیش با 5 مقام بازداشت شده طالبان در افغانستان معاوضه شد که این موضوع با انتقادهای زیادی همراه بود.
پرونده باب برکدال نظامی آمریکایی که حدود 5 سال اسیر طالبان بود در دادگاه نظامی بررسی می شود و او باید در این دادگاه از خود دفاع کند. این خبر را یکی از مقام های ارتش آمریکا اعلام کرده است. به این ترتیب این نظامی آمریکایی با حداکثر مجازات حبس ابد روبرو است. این در حالی است که حدود 2 ماه قبل مسئول رسیدگی به پرونده آقای برکدال توصیه کرده بود که این پرونده در دادگاهی عادی بررسی شود. حداکثر مجازات این متهم در آن دادگاه 1 سال زندان می شد. با برکدال متهم است که در سال 2009 میلادی با ترک پست نظامی خود در افغانستان جان خود و دیگر نظامیان آمریکایی را به خطر انداخته است. او پس از سپری کردن 5 سال در اسارت طالبان با 5 مقام طالبان که در زندان گوانتانامو بودند معاوضه شد و به آمریکا بازگشت. با برکدال در مصاحبه‌ای که بخشی از آن به صورت اینترنتی منتشر شده است پذیرفته است که او بدون اجازه پست نظامی خود را ترک کرد تا با ایجاد بحران توجه مردم را به ضعف رهبری در واحد نظامی که در آن خدمت می‌کرد جلب کند. معاوضه او با زندانیان طالبان بارها از سوی جمهوری‌خواهان آمریکایی با اعتراض مواجه شده بود. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اقدام این نظامی آمریکایی را خیانت خوانده بود. در گذشته نیز بارها دموکرات‌ها به خاطر انجام این معامله با تروریستان طالب از سوی جمهوری‌خواهان مورد انتقاد قرار گرفته بودند. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم تقدیمتان می‌کند. مقام ها در کندوز در شمال کشور می گویند در یک عملیات مشترک از سوی نیروهای افغان و قوای هوایی ناتو راه اندازی شده بود 38 طالب کشته و مجروح شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت کندوز با نشر یک خبرنامه گفته است که در این عملیات ها 27 طالب کشته و حدود 11 تن دیگر آنون زخم برداشتند. عملیات پاکسازی در حومه شهر کندوز از چند روز به این طرف راه اندازی شده بود که تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. نیروهای امنیتی ولایت غزنی یک فرمانده طالبان را که مسئول ترور و گرفتاری افراد بوده همراه با 15 تن از افرادش روز گذشته بازداشت کرده است. این فرد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در حوزه 5 امنیتی شهر غزنی بازداشت گردیده است. این فرمانده طالبان از طرف این گروه مسئول بوده است که در راه‌های ولسوالی‌های ولایت غزنی از جمله جغتو کارمندان دولتی و مؤسسات خیریه را شناسایی و تحویل طالبان می‌دهد. جاوید بشارت معاون سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بغلان گفته است که در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت 3 کودک کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. آقای بشارت گفته است که کودکان قربانی اعضای خانواده هستند و انفجار زمانی رخ داده که آنان مصروف بازی بودند. بغلان در شمال کشور از ولایت نسبتا ناامن است و بقایای جنگ‌های گذشته پیوسته از مردم این ولایت قربانی گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های پاکسازی علیه گروه داعش در چندین ولسوالی ننگرهار ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته است که در حال حاضر این عملیات‌ها در ولسوالی‌های اچین، کوت و شینوار ادامه دارد و نیروهای امنیتی دستاوردهای خوبی نیز داشتند. به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. آتش بس 7 روزه میان نیروهای یمنی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از چاشت امروز آغاز شد. شروع این آتش بس 7 روزه با آغاز مذاکرات ابتکاری سازمان ملل متحد در سوئیس برای صلح در یمن همزمان شده است. درگیری ها تا آخرین لحظه ادامه داشت و نیروهای منصور هادی به کمک حملات هوایی عربستان توانستند یک جزیره در دریای سرخ را که در دست حوثی ها بود تصرف کنند. در مقابل 2 افسر ارتش عربستانی و اماراتی و چندین سرباز از سوی ارتش و حوثی ها به قتل رسیدند. در درگیری های یمن تا کنون نزدیک به 6000 نفر که بیشترشان غیر نظامی بودند کشته شدند. نماینده سازمان ملل متحد برای یمن گفته است که این آتش بس اولین گام به سوی برقراری صلحی پایدار است. وزرای خارجه روسیه و آمریکا در دیدار با یکدیگر بر مبارزه همه‌جانبه با تروریسم تاکید نمودند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که داعش بر علاوه عراق و سوریه در افغانستان، لیبیا و یمن نیز در حال گسترش است و نباید به این گروه اجازه گسترش بیشتر داده شود. جان کری نیز که به مسکو رفته است از روسیه خواست تا برای ایجاد راه حل سیاسی در سوریه همکاری کند.
روز سه‌شنبه جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مسکو دیدار نمودند. تلاش برای تداوم روند صلح سوریه محور اصلی گفتگوهای آنان را تشکیل می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این دیدار تاکید کرد که جوانب نبرد با تروریسم گسترده است و محدود به سوریه نمی‌شود. آقای لاوروف تاکید کرد که داعش در صدد گسترش نفوذ خود در چندین کشور دنیا از جمله عراق، افغانستان و یمن است. آقای لاوروف همچنان با اشاره به برگزاری اجلاس ژنو 2 در مورد سوریه ابراز امیدواری کرد که این کشور بتواند به یک راه حل سیاسی دست یابد و همه متحدانه در برابر داعش به مبارزه بپردازند. گروه داعش فعالیت‌های تروریستی خود را در لیبیا گسترش داده است. این گروه در عراق از قبل فعالیت داشت و همچنان در افغانستان و یمن نیز حضور دارد. بنابراین تمامی این قضایا باید به صورت مشترک مورد بحث قرار بگیرد. در جانب مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز داعش را یک خطر جدی برای صلح و امنیت کلی کشورهای جهان دانست و تاکید کرد که در برابر این گروه تروریستی باید قاطعانه عمل شود. کری همچنان از وجود برخی اختلاف نظرها میان روسیه و آمریکا در مورد سوریه اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که این دو کشور بتوانند این اختلاف نظرها را نیز کنار بگذارند. وقتی دو ملت قدرتمند و برخوردار از تاریخ طولانی با یک دیگر تعامل بتوانند زمینه‌های مشترکی بیابند، چنین تفاهمی برای تمامی جهان سودمند خواهد بود. ما امیدوار هستیم تا بتوانیم بیشتر از گذشته در نبرد با داعش با هم همکاری داشته باشیم. جان کری و استفان دومیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مایل هستند دور بعدی گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه این هفته در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود، اما روسیه تا کنون از تایید این تاریخ خودداری ورزیده است. بحران سوریه و جنگ داخلی سوریه که تقریبا 5 سال پیش آغاز شد و تدریج جنبه بین المللی یافته و به خصوص با توجه به موضع‌گیری های متفاوت آمریکا و روسیه در مورد آن، بعید است بدون تفاهم آنها بر سر یک راه حل واحد فیصله یابد. جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش نهایی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در مورد ابهامات باقی مانده فعالیت‌های اتمی ایران در وین پایتخت اتریش امروز آغاز شد. این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و در آن پس از بحث و بررسی در مورد گزارش‌های آقای آمانو برای پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری خواهد شد که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با مشورت ایران آماده و ارائه کردند. مقامات دو طرف گفتند که تصویب این پیشنویس پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران را می‌بندد و 12 قطعنامه پیشین شورای حکام در مورد ایران را لغو می‌کند. به گفته این مقامات، تصویب پیشنویس مذکور زمینه را برای اجرای توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی فراهم خواهد کرد. عربستان سعودی میگوید با 34 کشور اسلامی یک ائتلاف مشترک را در برابر داعش تشکیل داده است. این کشور از نحوه فعالیت ائتلاف تازه تشکیل یافته چیزی نگفته است. در این ائتلاف کشورهای اصلی قربانی تروریسم مانند افغانستان، عراق و سوریه حضور ندارند. شماری از کشورهای مسلمان یک ائتلاف اسلامی ضد تروریسم تشکیل دادند که رهبری آن را عربستان سعودی در دست دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، 34 کشور مسلمان جهان با صدور بیانیه مشترکی در ریاض پایتخت عربستان اعلام کردند که تصمیم گرفتند با تشکیل ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با تروریسم و فساد و آشوب در کشورهای مسلمان مبارزه کنند. این خبرگزاری افزوده است که مرکزی فرماندهی مشترک این ائتلاف در شهر ریاض مستقر خواهد شد و هماهنگی و پشتیبانی از عملیات نظامی علیه تروریسم و تدوین برنامه‌ها و روش‌های لازم برای پیشبرد هدف ائتلاف را بر عهده خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، ائتلاف اسلامی ضد تروریسم در راستای تلاش بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و حمایت از صلح و امنیت جهانی با کشورهای دوست و صلح دوست و مجامع جهانی همکاری و هماهنگی خواهد داشت. کشورهای عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، بنگلادش، بنین، پاکستان، ترکیه، توگو، چاد، تونس، جیبوتی، ساحل آج، سنگال، سودان، سرالئون، سومالی، فلسطین، قطر، کومور، کویت، گابون، گینه، لبنان، لیبیا، مالدیو، مالزیا، مالی، مصر، مراکش، موریتانیا، نیجر، نیجریه و یمن اعضای این ائتلاف بین المللی هستند. محمد ابن سلمان شاهزاده سعودی و وزیر دفاع این کشور گفت این باره گفت در حال حاضر کشورهایی هستند که از تروریسم رنج میبرند. برای مثال داعش در سوریه و عراق، تروریسم در صحرای سینا،
در یمن، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان و افغانستان. در این وضعیت نیاز به یک نیروی بسیار قدرتمند برای مبارزه داریم. بدون تردید در این زمینه تلاش‌های هماهنگی را شاهد خواهیم بود. عربستان در حال حاضر عضو ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا هست که برای عملیات هوایی علیه مواضع گروه داعش در عراق و سوریه تشکیل شده است. این کشور همچنان رهبری ائتلاف نظامی برای حمایت از دولت یمن در جنگ با حوثی را بر عهده دارد. در ائتلاف اسلامی ضد تروریسم کشور عمان که عضو شورای همکاری خلیج فارس است عضویت ندارد. دولت‌های افغانستان، سوریه و عراق هم که هدف‌های اصلی داعش و سایر گروه‌های تروریستی هستند و بخش‌های بزرگی از کشورشان توسط این گروه تصرف شده نیز عضو این ائتلاف نیستند و معلوم نیست که عملیات نظامی ائتلاف اسلامی چه شکلی خواهد داشت. حال وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات تقدیمتان می‌شود. فردا چهارشنبه آسمان کابل ابری، بالاترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4، هرات نیمه ابری، بالاترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3، مزار شریف بارانی، بالاترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 1، قندهار آفتابی، بالاترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، جلال آباد آفتابی، بالاترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6، قزنی آفتابی، بالاترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 14، و سرانجام بامیان برفی، بالاترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 13. یک دلار آمریکایی خرید 67 افغانی و 50 پول، فروش 67 افغانی و 60 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 73 افغانی و 50 پول، فروش 74 افغانی. یک پوند انگلیس خرید 101 افغانی، فروش 101 افغانی و 50 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 18 افغانی و 60 پول، فروش 18 افغانی و 70 پول. 1000 کلدار پاکستانی خرید 629 افغانی، فروش 630 افغانی. 1000 روپیه هندی خرید 1020 افغانی، فروش 1030 افغانی. یک درهم امارات خرید 18 افغانی و 30 پول، فروش 18 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 17 افغانی و 70 پول، فروش 17 افغانی و 80 پول. و در پایان یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بازگو می کنم. برگزاری نهمین دور آزمون افسری ارتش در هرات. ده تن از جوانان زون غرب برای پیوستن به ارتش ملی با هم رقابت نمودند. خواسته اعضای مجلس سنا برای مشخص شدن زمان انتخابات پارلمانی. سناتوران همچنان از توزیع نشدن شناسنامه‌های الکترونیکی انتقاد نمودند. دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مسکو. سرگی لاوروف خواهان مبارزه جدی غرب با تروریسم شد. و تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریسم با حضور 34 کشور در ریاض. کشورهای اصلی قربانی تروریسم در این ائتلاف حضور ندارند. بینندگان عزیز، این بود سرویس خبری که به سمع و نظر شما عزیزان رسانیده شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقاتی خوش برایتان آرزومندیم. سپاس از همراهیتان. تا درود دیگر، بدرود.